نبرد برای حلب در کانون درگیری دولت سوریه و نیروهای مخالف است. تازه ترین خبرها حاکی از آنند که ارتش سوریه کنترل یک محله مهم شهر حلب را در دست گرفته است. اما احتمال حمله شیمیایی دیگری در سوریه می رود. گفته می شود در حمله سه‌شنبه به یکی دیگر از محله های شهر حلب از گاز کلورین استفاده شده است. گیتا آریان گزارش می دهد. قربانیان معصوم در جنگی ناجوانمردانه. پیامد حمله هوایی به یکی از محله های حلب سوریه. حمله ای که ساختمان ها را بر سر ساکنین آن فرو ریخت. محله سوکاری هم در دست مخالفان دولت سوریه است. حمله سه‌شنبه صورت گرفته بود و احتمال داده می شود از گاز کلور استفاده شده باشد. گروه شهروندی که در این گونه مواقع به کمک مردم می آید گفته است هلیکوپترهای دولت بشار اسد، رئیس جمهوری، بمب‌های بشکه‌ای روی محله خالی کردند. چهارشنبه یک منبع ارتشی سوریه این اتهام را رد کرد. رئیس سازمان منع تسلیحات شیمیایی روند استفاده از این گونه تسلیحات را نگران کننده می‌داند. سازمان منع تسلیحات شیمیایی از هر گونه اطلاعات برای تحقیق در مورد این ادعا استفاده خواهد کرد و نتیجه را به کشورهای عضو سازمان ارائه خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل به زودی در مورد گزارش پیشین این سازمان تشکیل جلسه خواهد داد. اما به طور کل درگیری در حلب و محله ها و شهرک های اطراف آن بدون وقفه ادامه دارد. در این حال نبرد در مرز سوریه با ترکیه هم ادامه دارد. این تصاویر هم که بر شبکه های اجتماعی گذاشته شده درگیری میان داعش و نیروهای ترکیه را نشان می دهد. راکت های داعش تانک های ترکیه را منهدم می کنند. از شنبه تانک‌های ترکیه به طور منظم وارد خاک سوریه شدند تا هم جلوی داعش و هم کردهای سوریه را بگیرند. از طرف دیگر معاون نخست وزیر ترکیه میگوید به درخواست رئیس جمهوری آمریکا واشنگتن و آنکارا عملیات مشترکی علیه رقه در نظر دارند. شو ان اتیبالا بو گوروشمالار دوام ادیور هنوز بیر تاکفیملندیرمه آنلاما گفتگوها در جریان است. تاریخ دقیق هنوز نداریم، اما رئیس جمهوری ما با آقای اوباما گفته نظر مثبتی نسبت به عملیات دارد. همه چشم‌ها به توافقی میان آمریکا و روسیه برای برقراری آتش بس است. چهارشنبه روسیه اعلام کرد به زودی وزرای خارجه آن کشور و آمریکا ملاقات خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اما آن را تایید نکرد، صرفاً گفت هنوز اختلاف نظرهایی باقی مانده است. گیتا آریان، صدای آمریکا.